بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. تلویزیون المسیره تحت کنترل شیعیان زیدی حوثی ها گزارش داد که ائتلاف دریایی آمریکا و بریتانیا روز جمعه سه حمله هوایی به فرودگاه تحت کنترل حوثی ها در یمن در شهر بندری الهدیده انجام داد. این تلویزیون جزئیات بیشتری ارائه نکرد. ساکنان محلی در شبکه‌های اجتماعی گفتند که این حملات به اهداف حوثی‌ها اصابت کرده است. بر اساس گزارش تلویزیون حوثی‌ها، این حملات هوایی اندکی پس از چهار حمله دیگر انجام شده توسط نیروهای ائتلاف، جزیره کامران یمن در دریای سرخ را هدف قرار دادند. وقوع طوفان گرد و غبار در عربستان سعودی منجر به تصادف زنجیره‌ای و برخورد 13 خودرو و کشته شدن دست کم 4 نفر شد. روزنامه سعودی عکاظ با اعلام اینکه محل دقیق حادثه در بزرگراه الرین بیشه بوده است نوشت تعدادی از مصدومان پس از انجام کمک‌های اولیه توسط تیم‌های پزشکی هلال احمر به اورژانس بیمارستان عمومی الرین منتقل شدند، به گونه ای که معاینات اولیه نشان از شکستگی های متعدد، خون ریزی داخلی و وارد آمدن جراحات جزئی به آنها بود. در همین حال سازمان هواشناسی عربستان و تعدادی از اصحاب رسانه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس درباره وقوع طوفان گرد و غبار در همین منطقه هشدار داده بودند. در نتیجه واژگون شدن یک خودروی حامل پناهجویان در جنوب شرق صربستان دست کم 30 پناهجوی افغانستانی و نپالی زخمی شدند. این حادثه روز جمعه رخ داده و رسانه دولتی صربستان روز شنبه گزارش داده که 3 پناهجو در بیمارستان بستری شده و ما بقیه آنان تحت مراقبت‌های پزشکی قرار گرفتند. این رسانه به نقل از کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در صربستان گزارش داد که پناهجویان مردانی از نپال و افغانستان بودند. سرویس امداد و نجات روز شنبه گزارش داد که بر اثر برخورد یک اتوبوس با یک تریلر در نزدیکی منطقه جموشورو در استان سند جنوبی پاکستان حداقل 4 نفر کشته و حدود 10 نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس این گزارش این حادثه در اتوبان M9 بر اثر برخورد اتوبوس مسافربری با یک تریلی رخ داد که منجر به فوت 3 نفر در دم شد. سازمان امداد و نجات گفت با دریافت این اطلاعات نیروهای امدادی به محل حادثه رسیدند و مصدومان را به بیمارستان محلی منتقل کردند که در حین انتقال یک مسافر دیگر جان خود را از دست داد. با این عروق، زخم، درد و خطر عفونت ناشی از برداشتن رگها در هزاران جراحی قلب باز کاهش می‌یابد. دانشمندان می‌گویند که عروق خونی که با چاپگر سه‌بعدی ساخته می‌شوند و الگوبرداری مشابهی از قابلیت‌های عروق واقعی انسان دارند می‌توانند درمان بیماری‌های قلبی عروقی را متحول کنند. گروهی از محققان با سرپرستی دانشکده مهندسی دانشگاه ادینبرا در روندی 2 مرحله‌ای با استفاده از دوک چرخانی که با چاپگر 3D ادغام شده بود، بافت لوله‌ای ژل مانند بر پایه آب تولید کردند.